پاکستان امام علی رحمانوف وعده داد برای مردم که ما مهاجر میپذیریم و این کسایی که میان مهاجرای خود تاجیکستان نیستن. این مردم ها همه مللی وجود داره و نه به سطح کشور همسایه که وعده سپرد. حال او بدخشانی احمق نیست که بیاد در گل خون ما بتم کشتر ما بتم بدبخت نشوم، زن از ما بیوه شوه، بچه از ما یتیم شوه، معتاد نشوم، قهرمان ملی های ما می باشد. برابر دیگر قوهای این کشور تاجکان افغانستان نیست که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. زمانی که پاکستان در امور افغانستان دخالت می داشته باشد، به شمول قوم پشتون افغان ما تمام اقوام افغان صدایشان می برد که چرا پاکستان میاد و در امور افغانستان دخالت می کند. اما متاسفانه هستند افغان هایی که زمانی که رئیس جمهور تاجیکستان در امور افغانستان دخالت های مستقیم می داشته باشه و همچنان کشورهای دیگر از ایشان پذیرایی میکنه و لذت میبره و می عکسایشان را در شبکه های اجتماعی افغان ها شیر میکنن و می نویسن که زنده باد امام علی رئیس جمهور تاجیکستان، زنده باد امام علی رحمانوف رئیس جمهور قهرمان تاجیکستان، از او یک قهرمان می سازه. ولی همزمانی که عمران خان برای افغانستان از جامعه جهانی کمک می خواهد، او را یک آدم کثافت و یک آدم نااهل و یک آدم تروریست و فلان و فلان می نامند. من نمی فهمم که واقعا چرا ما افغان ها اینقدر خودکش و بیگانه پرست هستیم. اگر رئیس جمهور تاجیکستان آمد گفت که در افغانستان یک حکومت همشمول باشه که همه افغان ها در او سهم داشته باشه، نه اینکه حکومت همشمول منظور گپایش این رقم بوده باشه که تاجیک و پشتون هزاره، بخاطر از اینکه ما و شما دیگه تاجیک و پشتون هزاره رو باید در داخل آشغالدانی بندازیم. این کلماتی هستن که سالها ما و شما رو تباه و برباد ساخته، در جان یک دیگه انداخته. اگر بگوید که یک حکومت همشمول که در او یک خانم نقش خود داشته باشه، در او یک هر حزبی که در افغانستان وجود داره تمام حزبها در او حکومت سهم خود را داشته باشند و همچنان تمام قشرها از جوانان تا کودکان و کلشان در او شمول باشه، او یک موضوع است. اما این که رئیس جمهور تاجیکستان میگه که من به خاطر حق تاجیکان میخوایم که نقدر عسکر روان بکنم به افغانستان یا اینه کار بکنم، این دقیقا دیگه یک دخالتی است که کسایی که از او حمایت میکنن واقعا انسانهای بیشرف و پست و رذیل هستند و خودکش و بیگانه و وطن فروش و به نهایت دیگه پست هستند. برای از اینکه شما چطور میتونین این را قبول بکنین که من تاجیک هستم؟ زمانی که رئیس جمهور تاجیکستان گفت که من میخوام بیایم در افغانستان حق تاجیک ها را بخوایم، شما کلتون بگوین که ما پشتون هستیم، اینجا اصلا تاجیک وجود ندارم. یا زمانی که عمران خان آمد برای افغانستان عدالت خواهی یا هر چیزی در امور افغانستان دخالت کرد که ما حق پشتون هم میخوایم، کل پشتون ها باید بخیزن بگویند که ما تاجیک هستیم، اینجا پشتون وجود نداره و ما ضرورت به پاکستان نداریم که بیان در امور کشور ما دخالت داشته باشه. و یا همچنان ازبکستان اگه بیاید بگوید که ما برای ازبکا حق میخوایم، یا همچنان ایران یا هر کشور دیگه بگوید که ما برای هزاره یا قزلباش یا فلان و فلان یا هندوستان برای هندوها، این کشور از ما افغان هاست. تا چی وقت میخواییم که از همین کلمه پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره لذت ببریم و کلگی از ما سوء استفاده بکنن؟ به صورت ما نباید به یک شخص خارجی اجازه از این ربطیم که در امور افغانستان دخالت داشته باشم. اگر آنها بگویند که حقوق زنان در افغانستان باید رعایت شود، حقوق کودکان، حقوق حیوانات، هر چیز دیگه، این چیزی است که میتونه
آدم ازش استقبال بکنه و بگه که آفرین، یک شخص مهربان و نهایت عزیز است که برای ما چنین چیزی را میخواید. و هر فشاری که بالای طالبا بیاره بگه که شما باید حق زنا را بتین در افغانستان، این یک واقعیت است که ما و شما ازش باید پذیرایی بکنیم. اما اینکه یک پاکستانی بیاید بگه که ما در افغانستان باید حق پشتون ها باید تلف نشه و ما برای پشتون ها عدالت میخواهیم، بد بکنه او پاکستانی که بیاید، بد بکنه او تاجیکستانی که بیاید در امور افغانستان دخالت بکنه. شما اگر توجه کرده باشین، من یک هفته قبل یک ویدیوی را منتشر کردم که یک دختر تاجیکستانی از کشور خودش در مقابل بی‌ادبی یک بچه افغان دفاع کرده بود و من ازش استقبال کردم، گفتم آفرین دختر خوب، خوب کاری کردی، این افغان چی کار است که میاد کشور شما و در امور کشور شما دخالت میکنه و توهین میکنه. اون رقم ما باید اینم به کسایی که از تاجیکستان مثل رئیس جمهورشون میاد در امور افغانستان دخالت میکنه بگوییم که شما هیچ حقی را ندارین که در افغانستان دخالت بکنین به هیچ دلیلی. و ما و شما افغان ها دیگه همین کلمات پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره را ما بار بار با تکرار میگم که باید بگیریم در داخل آشغالداری بندازیم، که اینا باعث شدن که از ما و شما سوء استفاده بشه و ما و شما باید بگیم که من افغان هستم و خلاص. اگر واقعا پشتون عزیز خودت احساس به وطن داری بگو که من افغان هستم، نگو که من پشتون هستم. و اگر خودت تاجیک هستی بگو که من یک تاجیک دیگه نیستم، من یک افغان هستم، من در تاجیکستان زندگی نمی کنم. و همچنان اگر ازبک هستی بگو که من افغان هستم، ازبکستانی، ازبک نیستم. این کلماتی هست که برای ما و شما بر اساس سیاست به وجود آمده تا اینکه تکه و پارچه کنه ما و شما را. من بسیار ببخشید اینقدر تون صحبت میکنم، این حقایقی هست که شما باید توجه بکنین. با یک کلمه ما و شما را پشتون، ازبک، تاجیک و هزاره جدا ساختن در جان یک دیگه، یا شیعه و سنی، هر دو مسلمان شیعه و سنی در سر یک دیگه میزنه. که گرچه خوشبختانه اتفاقات در افغانستان فعلا و قدر نیست، تا امکانش هست که نمی کسا به وجود بیاره. پس صورت و ما و شما بسیار ببخشین، سال هاست که اینمی بیعقلی را ما و شما افغان ها داریم، اکثر ما متاسفانه. وقتی که در افغانستان یک شخص سیاسی افغان یا هر کس دیگه بر علیه ایران و مخصوصا پاکستان صحبت بکنه، کل ما برای چک چک میکنیم، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، نام خدا، خوب شد پاکستان ادش نام دادی. او برادر، مغز باید داشته باشیم. شما که در پاکستان میبینین کلگی ما را خانچی با حساب میگه و ما و شما در افغانستان اینجا شروع کردیم که پاکستان دشمن ماست، پاکستان دالخور، پاکستان فلانی. میفهمین که پاکستان اگر غلط نکنم پنجمین قدرتمندترین کشور روی دنیاست. اونمو داله که وا میخوره، کشوری هست که دنیا برای زانو زده. میفهمین پنجمین قدرت جهان است اگر اشتباه نکنم، اگر پنجمین نباشه حتما در رده هفتم هشتم قرار داره. ما شما باید بگوییم که پاکستان نباید در امور افغانستان دخالت داشته باشه. اما اخطار دادن و بچه‌ام که فلان میکنم، اتو میکنم، پاکستان چی است، ما چی میکنیم، اینی گپایی که است از حماقت است. کسی که با کسی دشمنی میکنه مخصوصا در سیاست، برایش برادر میگه، برایش احترام میکنه و همزمان کار خود در پشت صحنه انجام میده. مثل که ISI پاکستان و سپاه پاسداران ایران همین لحظه در افغانستان انجام میده. تمام جنگ های نیابتی که در افغانستان هست و بودن، اونو را میگه دشمنی که عملی در کشورت انجام بده. با زبان دکتر نجیب کل ما قهرمان ساخته بودیم، درست است، یک شخص بسیار وطن دوست بود، بسیار وطن پرست، من بسیار دوستش دارم و خودم یکی از بهترین طرفدارای دکتر نجیب هستم. اما حماقتش اینجا بود که پاکستان مستقیم اخطار میداد، مستقیم در سوشل مدیا می آمد پاکستان اخطار میداد، نباید این کارو میکرد. همچنان جنرال رازق پاکستان مستقیم اخطار داد آخرش اینمی ما و شما مردم باعث شدیم که هر قدر که او پاکستان را دشنام میداد، توهین میکرد، تحقیر میکرد و اخطار میداد، ما و شما برای دست میزدیم، تشویقش میکردیم، آخرش به کشتن دادیم. دکتر نجیب به کشتن دادیم، دکتر نجیب اینمی جنرال لازق به کشتن دادیم. و حتی میگن که احمدشاه مسعود بر علیه
پاکستان صحبت میکرد و باز هم اینمی افغان ها تشویقش میکرد و او را هم برکشتن دادیم. اینمی رقم یک چند وطن پرست دیگه که در بین ما پیدا میشه، ای را برش نمیگم که شما باید نه این در بر روی پرده علیه یک کشور صحبت نکنین که دشمنتون شوه. اگر میخواین که واقعا عملی کدام کار را انجام بتین، برین در پشت سر انجام بتین، ولی در پیش صحنه در روی اسکرین بیاین برش برادر بگوییم، بیاین برش احترام بگذاریم. اونمو رقم که آنها ما را خانجی و با حساب اینمی رقم صدا میزنن. من هم فهم که واقعا ما افغان ها چرا قدر از سیاست چیزی را نمیفهمیم و در هر مجالسی که بشینیم شما اگر یک جای شراب خوری میرین بسیار ببخشید اینمی رقم است، کدام میله چرس دارین، کدام میله مجموع یک چای خوردن ندارین، یک تفریح دارین، یک جای چکر که یک نفر یک چند قدم میری، کلش باید درباره سیاست صحبت بکنیم. در صورتی که از سیاست هیچ چیزی را نمیفهمیم، صفر هستیم، از سیاست هیچ چیزی را نمیفهمیم. فقط والا جنرال لازق بسیار آدم خوبی بود، چرا پاکستان خوب اختارا میداد، خب چی شد؟ به باد دادیم، آمد کشتش. وی خو از حماقتش بود. من جنرال لازق دوست دارم، دلتان قار میشین یا نمیشین عزیزان دل، ولی ای از حماقت یک انسان است که شما میرین یک کشور مستقیم اختار داده میرین، اختار داده میرین، او هم دنبال از این میشه میگه اینی آدم که است علیه ماست و ای را باید از روی صحنه برداریم. و اونم رقم که دکتر نجیب سر چارایی اعدام کرد و جنرال رزق رفت بین اونم قدر سکیوریتی که بود، اونم رقم که یک امنیت کامل در دور برش بود گرفتش کشتش. و این کسا را ما و شما قهرمان ساختیم، یا را نفهماندیم که شما باید چپ باشین کارتان انجام بتین. و اشخاص دیگه هستن مثل اینمی کمزاد پویا و یک چند نفر دیگه مثل شفیعی ها را من نمیخونم در یه واخشی رقم شده، ولی هستن کسایی که زمانی که یک شخص خارجی مثل رئیس جمهور تاجیکستان در امور افغانستان دخالت میکنه برایشان لبیک میگه، خوش آمدید میگه، ولی پاکستانی که میه یک گپ میزنه کلشان علیهش میشه. حالا که پاکستان چرا یک گپ ازد؟ و برادر تاجیکستان خودش مستعمره روسیه است، میده قضیر کنترل روسیه است و اینمی رئیس جمهور تاجیکستان که است غلام پوتین است، مستقیم نوکر پوتین است، یعنی زیر دست از او کار میکنه. ای آمده به ما شما اختار از این را میده که ای کارم میکنم او کارم میکنم. شما برو اول خود از امو استعمار پوتین نجات بده آقای رئیس جمهور تاجیکستان. من مردم شریف تاجیکستان از دل و جان دوست دارم، ولی مردم شریف تاجیکستان شعور ازیره داره، فهم ازیره داره که به نام تاجیک نباید در امور افغانستان دخالت داشته باشم. همان طور که پشتون نباید به یک پاکستانی اجازه بده که در امور افغانستان دخالت داشته باشه، نه ای که داودش رام به طبیعه در روی پرده که علف پاکستان دالخور علکه توهیتو علکه فلان. اونمو دالخور چند صد سال تاریخ نداره، ما با 5000 سال تاریخی که داریم بالای ما شما سال هاست که حکومت میکنن. خواهش میکنم بیاین که سیاست یاد بگیریم، مستقیم کسی را اختار نتیم. اگر زدنی هستیم، اگر توانمند هستیم، اگر زور ما میرسه عملی انجام بتیم، اگر نی ناق با زبان با دو دشنام برای خود دشمن پیدا نکنیم. علاکه پاکستان نیتوستی، علاکه ایران نیتوستی، علاکه امریکا نیتوستی، فلان نیتوستی، ناق برای خود دشمن میپالیم و عملی هیچ کاری را انجام نمیتونیم بدیم. در صورت دوستان عزیز، اگر کمزاد پویا و امثال او که میاین از یک شخص مثل رئیس جمهور تاجیکستان دفاع از این را میکنه که در امور افغانستان دخالت داشته باشه و همزمان ادعای از این را میکنه که افغانستان پاکستان گرفته و طالبا مربوط پاکستان است، غلام پاکستان است، که فلان است، که فلان است، پس این آدم بی‌شرف بی‌شعور فهم از این را نداره که بفهمه که امی طالبایی که فعلا به زور پاکستان گفته از این آمده افغانستان را گرفته. اگر فردا اینمی تاجیکستان و امثال این کشورها بیاین اینمی جبهه مقاومت کمک بکنن که بیاین طالبا را از افغانستان بکشه بیرون، باز خو اینمی تاجیکستان و اینمی کشورهای دیگه آمدن به زور او کشورها طالبا از افغانستان بیرون کشیده شد. تا چی وقت میخوایم که قدر کثافت باشیم؟ تا
تا چی وقت ما باید بیگانه پرست باشیم و به این عقیده باشیم که حالا که امریکا اگر جبهه مقاومت کمک کنه یعنی اتفاق میفته، حالا که اگر فلان کشور کمک کنه، فرانسه کمک کنه، تاجیکستان، کل ما برش چک چک میکنیم، لبایک میگیم. او برادر به جای از این گپ ها بیاین که بالای انمی طالبا انتقاد داشته باشیم، انتقاد بکنیم، تظاهرات بکنیم، صدا بکشیم، عدالت خواهی بکنیم که اصلاح شوند و بتوانیم آزاد زندگی بکنیم. این دیگه نیسته که شما بگوین که الکه یک رژیم طالبانی آمد این باز از سر جمع شود. نمی چند سال اخیر چند رژیم در افغانستان تغییر کرده، این توجه کردین؟ یکی آمد بچه گاکای خود کشت، دیگه ایش آمد بچه مامای خود کشت، همی حاکمان افغانستان، ای او را کشت، ای حزب او را کشت، او حزب او را کشت، یکی دیگر نظام پشت نظام تغییر دادن، تباه و برباد هستیم. مردم در فکر از این هست که بره در فضا زندگی بکنه، در کیهان یک سیاره دیگه، ما و شما در فکر از این هستیم که الکه حق پشتون خورده نشه، الکه تاجیک. پیش از اینکه خود انسان بگوییم، خود مربوط اونمو خاک بگوییم که حالی به نام افغانستان یاد میشه، کلش به فکر از این هستیم الکه والا پشتون نقه گرفت، تاجیک نقدر گرفت، هزاره نقدر گرفت، ازبک نقدر گرفت، شیعه نتو شد، سونی اونتو شد، هندو اونتو شد، فلانی اونتو شد. آدمی که شعور و فهم و دانش داشته باشه این کلمه را میندازه در داخل آشغالگانی و میگه که من افغان هستم. باز اگر بسیار سرش فشار بیه میگه که در افغانستان مربوط فلان قوم هستم. برای من بعضی ها می نوشته می کنه که ولی تو یک تاجیک فاشیست هستی، علاکه تو از قزلباش هستی، علاکه پشتون تو فاشیست هستی، علاکه فلانی فاشیست هستی. و برادر من نه پشتون هستم، نه تاجیک هستم، نه هزاره هستم، نه قزلباش، نه ایماق، نه نورستانی، نه گرجستانی، هیچ چیزی نیستم، یک افغان خالص هستم، با دو زبان ملی کشورم پرفکت گپ زدم میتونم و احترام دارم برایش، یک افغان هستم. برای من اصلا این ای گپا لطفا نزنین که تو مربوط فلان قوم هستی. من مربوط هیچ قومی نیستم در افغانستان، من یک افغان هستم و در اونو خاک زاده شدم و برای اونمو خاک قلب میتپه و کار میکنم. واقعا در آخر دوستان عزیز، من از همه شما معذرت میخوایم که بسیار احساساتی بودم و بسیار بلند صحبت کردم، ولی واقعا درد داره که یک خارجی میاد در امور افغانستان دخالت میکنه. به یکیش نمیگیم که پاکستان است، به دیگهش خوش آمدید میگیم که تاجیکستان است، به دیگهش نمیگیم که ایران است، به دیگهش که ازبکستان است خوش آمدید میگیم، به امریکا خوش آمدید میگیم. این از حماقت و نفهمی و نادانی ما شماست. بسیار ببخشید که من بازم بسیار تند صحبت کردم، یعنی واقعیت ها هست که ما شما نباید به خود اجازه بدیم که در امور کشورهای دیگر دخالت داشته باشیم دیگران، و نه به کسی اجازه بدیم که در امور کشور ما دخالت داشته باشه. پس اگر تو پشتون هستی به پاکستانی اجازه نده که در امور افغانستان به نام پشتون دخالت داشته باشه، و اگر تو تاجیک هستی به تاجیکستان نده، و اگر تو هزاره هستی به هیچ کشور اجازه نده، و اگر تو ازبک هستی به ازبکستان و به ترکیه و به هیچ کشور اجازه از این نده که در امور افغانستان دخالت داشته باشه، و خودت از برادر پشتونت، هزاره تاجیکت این می رقم جدا بسازه. ممنون که میدونده برنامه بودین، باز هم معذرت میخوایم، خداحافظ شما.